دیگر نمیخواهم شاعر بزرگی شوم. نمیخواهم همه شهر مرا بشناسند. اصلا نمیخواهم آنچه شوم که دیگران میخواستند. همین که تو اشعارم را بخوانی کافی است. همین که در مشکلات مرا تکیگاه خودت بدانی کافی است. همین که حتی از این فاصله دور نزدیکم بمانی کافی است. همین اعتماد بینمان کافی است که خودش عشقمان را تا سالهای سال راوی است. When we hear that a couple live 11 time zones apart and can afford to come together only once in a long while, it's natural to offer sympathy for the pain. We should more fairly envy them for their luck. Whatever our longings may indicate, it's simply a lot easier to love when someone isn't there. Far from an unfortunate necessity, living apart should be recognized for what it truly is, an advantage. So much goes right when we live a long way away. همین که در مشکلاتت مرا تکیگاه خودت بدانی کافی است. همین که حتی از این فاصله دور نزدیکم بمانی کافی است. همین اعتماد بینمان کافی است که خودش عشقمان را تا سالهای سال راوی است. برای مهم نیست که هستم و چه خواهم شد، کجا هستم و کجا خواهم رفت، در غربت میمانم یا سال دیگر کرمانم. تو که باشی دل آرامم، هر کجا که دلم آرام باشد بهشت است حتی زندانم. تا لحظه ای که نباشی بهانه‌ات را میگیرم. تو باشی نیازی به کسی نیست، اما نباشی تنها ترین مرد روی زمینم. ساختی با تمام بدی هایم، با اینکه میدانی من تا آخر همینم. قبل از تو هرچه بود شوخی بود، تویی اولین و آخرینم. Online or over the phone, we never assume that the other person should be able to read our minds without us ever having explained what's actually in them. We accept that we'll have to describe our days as well as our desires in words and pictures. We can't help but do that thing that holds couples together, communicate. آذر، دی، بهمن، بی تو چه سردم من. عاشق مثل اسفند، هدیه ای ارزشمند، تولدی در فروردین، بی تو چه کنم من پس از این. بهار مثل اردیبهشت، تا تو باشی در سرنوشت، همه جا را می شود دید مانند بهشت. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تو بودی بهترین اتفاق، بهترین رخ داد. بدنت به داغی تیر، بوسیدنت لحظه نفسگیر. خرداد، تیر، مرداد، در اسارتت آزادم، آزاد، آزاد. چشمانت به آرامی شهریور، تمام خواهد شد آخر این دوری، تمام خواهد شد آخر این سفر. مرداد، شهریور، مهر، چشمان تو مرا کرد با یک نگاه سحر. شاعران مانند آبان قدم زدن در شهر زیر باران. میادی مانند آذر، هر بار باز عاشق تر. شروعی دوباره با دی، شب یلدا با تو، بوسه ای از می. مرسی از فصلی سرد که تو را به من هدیه داد. تو از برفی، اما به داغی خرداد و تیر و مرداد. تو رویای سپید منی، آینده را می شود با تو دید زیبا و آرام، با چشمانی که می شود درونش غرق شد و این فاصله رو به اتمام. طولانی مانند دی، تولدی مانند فروردین، چه دنیای بسازیم ما با هم پس از این.
از جنس رنگین کمانی با چشمانی رنگین به زیبایی نوروز با عطر فروردین. Without ever meaning to do so, the long-distance relationship may simply, despite all its evident challenges, throw up some of the absolutely ideal conditions for true love to thrive. We should be wise to imbibe a few of the lessons life normally only teaches us when they're in Sydney and you're in Vancouver, and carefully import them into our lives, even with the people unfortunate enough to be right next to us. در انتهای آخرین کوچه خلوت‌ترین خیابان دنیا، اتاق کیسی لامپی روشن در آن سوسو می‌زند چپ‌ها. بر روی سر در آن نوشته به کافه میم خوش اومدید. این قسمت آبان، آخرین اپیزود از فصل سوم مجموعه هر. برای حمایت از ما رو در ساند کلاود، کست باکس، اسپاتیفای، اینستاگرام، همشون به اسم کافه میم فالو کنید. حتما فالو کنید که بقیه قسمت ها رو بشنوید و اینکه ما رو حداقل برای 3 تا از دوستان خودتون بفرستین و به اشتراک بگذارید که شاید اونها هم دوست داشته باشد کافه ما. مرسی، شب بخیر.